بسم الله الرحمن الرحیم. چون عنوان بحث شناخت اسلام هست، اون هم از دیدگاه خود اسلام و قرآن، طبیعی است که ما نیاز داریم به تعریف دین، سپس دین اسلام. بین تعریف های انجام شده درباره دین، یعنی اینکه دین چیست، 21 نظر در دنیای علم مطرح شده. 9 نظر مربوط به مسلمانان هست و 12 نظر مربوط به غیر مسلمانان. هر یک به فراخور فهم و درک خود از دین، دین را تعریف کردند. این حقیر با مرور به تعریف های انجام شده هیچ یکی را جامع ندیدم و خودم نشستم از روی قرآن بررسی کردم که قرآن دین را چگونه معرفی فرموده. در قرآن اونطوری که بنده جمع کردم 93 بار واژه دین آمده. از این 93 بار 7 آیه مربوط به تعریف دینه، یعنی ما استفاده کردیم. خدا میفرماید دین اینه. حالا نتیجه چه خواهد بود؟ ما 7 اصل را بیان میکنیم. اصل اول، ایمان به خدا. در تعریف دین باید ایمان به خدا باشد. مدرکش امر ان لا تعبدوا الا ایاه ذالک الدین القیم، یوسف 40. این آیه میگه امر کرده خداوند عبادت نکنید جز او را، این است ریشه و دین فطری. آیه دیگر، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، سوره بینه آیه 5. مأمور نیست بشر جز اینکه فقط خالص خدا را بپرستد. این همون دین واقعی است. پس اصل اولی در تعریف دین ایمان به خداست. 2، قبول اینکه این دین باید یک سلسله عمل هم داشته باشه، صرف ایمان نیست. اصل اول ایمان به خدا. اصل دوم اینکه این دین بدون عمل محقق نمی شود. یقیمون از صلات و یعطون از زکات. بعد می فرماید ذالک الدین القیم در سوره بینه آیه 5. طبق این اصل، اصل دوم، پس دین سلسله اعمالی هم باید داشته باشه. اصل سوم این که من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، آل عمران آیه 85. غیر اسلام را ما دین نمیشناسیم. اصل سوم طبق تعریف خدا در قرآن، تعریف دین از نظر خدا در قرآن این است: غیر اسلام را دین نشناسیم، به رسمیت نشناسیم. این هم اصل سوم. یعنی بودایی، دین بودایی دین نیست، دین هندوها دین نیستن. 4، قبول این که خارج از شجره نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین دین نیست. دین آن است، اصل 4 اینه، دین آن است
در شجره نسبی و خانوادگی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا باشد. پس اگر دینی را خارج از این شجره کسی بیاورد، قرآن آن دین را به رسمیت نمیشناسد. مدرکش سوره مبارکه شوراست و شرع لکم ما وصا به نوح و شرع لکم من الدین ما وصا به نوح و لذین اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین. شورا 13. این اصل چهارم هم تعریف را در اصل چهارمش تعریف دین را مقید کرد به اصل چهارم که باید دین در شجره این پنج پیغمبر باشه. پنجمین اصل در تعریف دین این که دین از آغاز تا انجام یک دینه، نه متعدد. در قرآن واژه ادیان دینها نداریم، همه دینه. قرآن فرموده ان الدین عند الله الاسلام، دین همون یک دینه. بخش اولش مربوط به آدم و نوح است و انبیای بین این دوتا، بخش بعدی مال ابراهیم، فصل بعدی یا بخش بعدی مال موسی است، یک بخش دیگر مال عیسی است، بخش جامع، جامع همه اینها اسلام به رسول خداست. بس این هم چهارمین اصل است که قرآن کریم، ببخشید، پنجمین اصل است که قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. همه این دین ها یک دینه، منتها هر کدام یک بخشه. ششمین اصل اعتقاد به معاد دین آن است که اصل ششم را داشته باشه، اعتقاد به معاد. از 93 آیه که در آنها واژه دین آمده، یعنی در قرآن 93 بار واژه دین آمده، 13 بارش فقط برای قیامته. یعنی در قرآن 13 بار دین به معنای قیامت است و معاد. پس ششمین اصل در تعریف دین این است که معاد، اعتقاد به قیامت داشته باشیم. اصل آخر این است که غلبه دین، دین اسلام بر کل ادیان دیگر از طریق منطق. این هم در قرآن کریم لیظهره علی الدین کله و یا و یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یکی در سوره توبه آیه 33، یکی در سوره نور آیه 55. پس هفتمین اصل این بود، دین آن است دارای اصل هفتم باشد. اون این است که معتقد باشیم پیروز نهایی در استدلال، در منطق و غلبه عملی و اعتقادی دین خواهد بود، اون هم دین اسلام. نتیجه این شد دین بین 21 تعریف از نظر قرآن هیچ کدوم درست نیست. دین آن است دارای 7 ویژگی باشه که به ترتیب بیان کردیم. اگر دین دارای این خصوصیت باشه می شود دین مورد امضا. و از نظر اسلام، مسیحیت در یک مرحله از این اسلام قرار داره، این اسلام قبوله در جای خودش. یهودیت یک مرحله از این اسلام قبوله. دین حضرت ابراهیم یک مسئله است، یک مرحله است، قبوله. اما ادیانی که دارای این 7 ویژگی نباشد یا 7 اصل نباشد، از نظر قرآن دین نیست. و این جامع ترین تعریفی است که بنده با بررسی همه یا حداقل مرور بر همه تعریف ها دیدم هیچ کدام مطابق تعریف قرآن کریم نیست. پس دین آن است که دارای این 7 ویژگی باشه. اگر ما تعریف دین را بیان کردیم، اون وقت است که بایستی بنشینیم با آقایان یهودی ها
مسیحی ها صحبت کنیم ببینیم اینها مطابق دین خودشون عمل کرده اند، طبق تعریف خودشون عمل کرده اند یا عمل نکرده اند. انشاءالله در جلسات آینده با ادله متقن نشان خواهیم داد نه یهودی ها و نه مسیحی ها مطابق دین خودشون عمل نکرده اند و عمل نمی کنند. اون کسانی که درست به دین عمل کردن کسانی هم قرآن را قبول دارن، هم انجیل را قبول دارن، هم تورات را و هم کتب گذشتگان از انبیا رو. چون آقایان یهودی و مسیحی منتها الیه را نه معاد را قبول کردن، چون در تورات معاد نیست، بهش نیست، جهنم نیست، حتی ابلیس و شیطان نیست، عامل انحراف نیست، لذا تورات موجود حافظ دین حضرت موسی نیست، مربوط به حضرت موسی نیست، مگر 20 الی 25 درصد از تورات باقی مانده مبین دین حضرت موسی است، بقیه تحریف شده است. ان شاء الله در مباحث آینده در این زمینه توضیح خواهیم داد. ولا حول ولا قوة الا بالله.